درود به همه دوستان، مخلص همگی رضا. ما اینجا ایران اسپورت و قسمت جدید ما اختصاص داره وزن 130 کیلوگرم کشتی فرنگی. در این قسمت ایران اسپورت میخوام یه مقدار مدعیان این وزن رو با هم بررسی بکنیم و یه کشتی تماشایی رو هم از این وزن المپیکی ببینیم. احتمالاً همتون میدونید که 4-5 روز پیش در سری مسابقات رنکینگ مجارستان فردین هدایتی به مصاف رضا کایالپ افسانه‌ای رفت، کسی که چندین مقام المپیک و جهان و قهرمانی اروپا داره و به قولی میشه گفت از پرافتخارترین کشتیگیران تاریخ کشتی فرنگیه. بعد فردین هدایتی ما هم که 20 سالشه فقط و یه جورایی تازه اومده بزرگ سالان، ولی نشون داده که خیلی چیزا تو چنته داره. و حالا من نتیجه مبارزه رو برای کسانی که شاید ندونن نتیجه رو لو نمیدم، بریم این کشتی رو با هم ببینیم. بعدش من توضیحات بیشتر راجع به مدعیان این وزن در المپیک پیش رو که حدود 40 روز دیگه برگزار میشه خدمتتون میگم. بریم سراغ گزارش کشتی. صحنه‌هایی که اتفاقی نمیافته رو دور تون میبینیم و صحنه‌های حساس رو دور آهسته دو سه بار تکرار شده میبینیم. اینجا اولین صحنه حساس این مبارزه اتفاق افتاد که حدود 20 ثانیه از مبارزه نگذشته بود که فردین هدایتی به حریف نامدار خودش نشون داد که با کم کشتیگیری روبرو نیست. در 20 ثانیه اول اولین امتیاز خودش رو روی این حرکت گرفت. فردین هدایتی به زیبایی سر و گردن رضا کایالپ رو مهار کرد و با یه زرنگی خیلی چشم نوازی در همون جهتی که رضا کایالپ داشت نیرو وارد کرد یه دفعه و رضا کایالپ پرت شد به سمت بیرون تشک. صحنه دوم اینجا اتفاق افتاد که یه پیچ پیچک نصف نیمه رو فردین هدایتی اجرا کرد، موفق نشد روی پیچ پیچک رضا کایالپ رو خاک بکنه، ولی در ادامه خود این کشتیگیر ترک تعادلش به هم خورد و در خاک فردین هدایتی کشتیگیر آملی ما نشست. همونطور که میبینید در این صحنه دو امتیاز فردین هدایتی موفق شد که به دست بیاره و در شرایطی که 1:10 فقط از تایم این مبارزه گذشته 3-0 فردین هدایتی جلو افتاد. تو کشتی فرنگی خیلی حرفه، کشتی فرنگی سنگین وزن خیلی حرفه تو 1:10 سه امتیاز از حریفت بگیری، اونم این حریفی که بسیار نامدار هست. مشخصه که فردین هدایتی کوه انگیزه است و ذره ای از حریف خودش نترسیده. در ادامه رضا کایالپ با اینکه 3 عقبه ولی بازم اختار کمکاری هم میگیره و اینجا قشنگ بود که فردین هدایتی گفت که نمیخوام تو خاکم بشینه، ایستاده مبارزه کنیم. اعتماد به نفس رو ببین، این پسر فقط 20 سالش و انقدر اعتماد به نفس داره روبروی این کشتیگیر مطرح داره اینجوری مبارزه میکنه. وقت اول رو همونطور که میبینید فردین هدایتی با این که جلوه باز هم داره رو به جلو کشتی میگیره، یک لحظه پا عقب نذاشته تا وقت اول به پایان رسید. اینم صحنه که فردین هدایتی موفق شد رضا کایالپ رو خاک بکنه، دو امتیاز بسیار ارزشمند رو به دست آورد، دو تا تک امتیازی هم در تایم اول گرفته بود، مجموعاً 4-0 وقت اول رو پیروز شد. حالا در وقت دوم دیگه باید ببینیم رضا کایالپ چه کار میتونه بکنه، آیا میتونه امتیازاتی که عقب افتاده رو جبران بکنه یا نه. اینجا صحنه بود که دو کشتیگیر ریتم مبارزه رو بالا بردن، دستان هر دو کشتیگیر بسیار پرکار بود و همونطور که میبینید به خوبی دارن رو سر و گردن همدیگه کار میکنن. رضا کایالپ به دنبال این بود که بتونه فردین هدایتی رو توی این صحنه از شک بیرون بکنه که اصلا ذره باج نمیده این پسر، یعنی حتی دو قدم عقب هم نرفت. اینجا دوباره یه یورش برد فردین، میخواست یک بار دیگه رضا کایالپ رو از شک بیرون بکنه ولی باز هم رضا کایالپ در منطقه قرمز توشک چرخید و اجازه کارو نداد. دوباره ببین سر و گردن رضا کایالپ رو در اختیار گرفته، یعنی انگار که فردین 4 عقب و امتیاز میخواد. هیچ حرکت مفیدی رضا کایالپ در برابر این قول مازندرانی ما نمیتونه انجام بده. اینجا هم سر و گردن رو کاملا در اختیار گرفته، مثل یک کشتیگیر با تجربه به خوبی اداره کرد مبارزه رو و الان حدود 1:20 هم از وقت دوم این مبارزه گذشته. رضا کایالپ الان دیگه فقط حدود 1:30 فرصت داره
تا بتونه 4 امتیاز رو جبران بکنه. کلا یه مقدار کشتیگیر بد روحیه ای هم هست این رضا کایالپ. همونطور که میبینید معمولا وقتی که عقب میفته نمیتونه رو خودش مسلط بشه، در این لحظات هم هیچ کار مفیدی هم تو که میبینید نمیتونه روبروی فردین هدایتی از پیش ببره، حتی یک قدم نمیتونه فردین رو به عقب ببره. یعنی حتی قدرت بدنیه و در شرایطی که 6-7 ثانیه مونده بود پایان مبارزه هم رضا کایالپ دست از تلاش میکشه، فردین هدایتی هم رفت بوسش کرد، دستش هم گرفت بالا و خیلی با اخلاق جوانمردی با این کشتیگیر ترکیه‌ای برخورد کرد. خود رضا کایالپ البته خیلی ازش جوانمردی تا حالا ندیدیم، ولی اینجا فردین هدایتی خیلی خداییش مشتی باش رفتار کرد. البته میدونی یه جوری بود که برای رضا کایالپ افت داره که یه پسر 20 ساله بیاد این چنین ببرتش، بعد آخرش هم دستشو ببره بالا. ولی خب فردین هدایتی طبیعتاً میخواست رسم جوانمردی رو روبروی این حریف با تجربه خودش به جا بیاره. همونطور که مشاهده کردین این فردین هدایتی خیلی کشتیگیر خوبیه. من چند وقت پیش یه برنامه ساختم، عنوانش هم این بود که این پسر، این بولدوزر ایرانی فقط 20 سالشه. یعنی اگر که بخواین توی چنل میتونید پیدا بکنید، شاید کارتش هم همین الان اگر که موقع انتشار ویدیو یادمون باشه اینجا گذاشتیم. فردین هدایتی من تو اون ویدیو پیشبینی کردم که حتی میتونه برای امین میرزازاده هم دردسر درست بکنه و امین میرزازاده باید نگران باشه، چون فردین هدایتی اون موقع اومد علی اکبر یوسفی، که علی اکبر یوسفی هم قهرمان جهانه، 2021 علی اکبر یوسفی قهرمان جهان شد در سنگین وزن. یعنی ما تو سنگین وزن فرنگی 3 کشتیگیر داریم که هر 3 میتونن طلای المپیک، طلای جهانی بگیرن، یکی فردین هدایتی، امین میرزازاده و علی اکبر یوسفی. حالا امین میرزازاده و علی اکبر یوسفی همیشه فاصله شون با هم کم بوده، ولی خب سالیان اخیر امین میرزازاده با همیشه با یه فاصله خیلی کمی علی اکبر یوسفی رو برده. حالا در مسابقات قهرمان کشور که شروع چرخه انتخابی برای المپیک بود، فردین هدایتی اومد و علی اکبر یوسفی رو در فینال برد، تقریبا خوبم برد و نشون داد که کشتیگیر بسیار زورداریه و بسیار با نفس، خیلی نفس خوبی داره، 6 دقیقه میجنگه. و همونجا من اون برنامه رو ضبط کردم و گفتم که یعنی یه مقایسه کردیم بین عملکرد فردین هدایتی و امین میرزازاده و میخائیل لوپز. یعنی مقایسه این شکلی بود که یه کشتی از میخائیل لوپز و اسکار پینو پخش کردیم، یه کشتی انتخابی گرفته بودن تو کوبا، البته برای چند سال پیش بود، که تو اون مبارزه میخائیل لوپز به سختی موفق شد، حتی یه مقدار با کمک داور موفق شد که اسکار پینو رو شکست بده، ولی فردین هدایتی در مسابقات کرواسی بود اگر که اشتباه نکنم، مثل باقلوا اسکار پینو رو برد، 8-2 برد به راحتی، هرچه تمامتر موفق شد اسکار پینو رو شکست بده. و در اون برنامه کشتی علی اکبر یوسفی و امین میرزازاده و علی اکبر یوسفی و فردین هدایتی رو هم بررسی کردیم و میشد اینطوری نتیجه بگیری که واقعا فردین هدایتی چیزی از این بزرگان کشتی فرنگی کم نداره. ولی چی شد که فردین هدایتی از چرخه انتخابی کنار رفت؟ در مسابقات وهابی امره که مسابقات انتخابی برای این وزن تیم ملی ایران بود، امین میرزازاده افتاد سمت بالای جدول، فردین هدایتی افتاد سمت پایین جدول و فردین هدایتی متاسفانه نتونست برسه به فینال، یعنی در نیمه نهایی به ماتی کوزمانن فنلاندی باخت. ماتی کوزمانن هم کشتیگیر خوبیه، کشتیگیر عنوانداریه در سطح جهان، ولی اونقدری خوب نیست که بتونه فردین هدایتی رو شکست بده. و در اون مبارزه فردین هدایتی واقعا بی تجربه‌ای کرد و بد شانسی هم آورد، داورا هم فوق‌العاده باش نامهربون بودن. یعنی احتمالاً شمایی که مخاطب این کانال هستین به کشتی واردین و میدونید که کشتی فرنگی چند سال اینجوری شده که اختارا نوبتیه، یعنی تایم اول مثلا به کشتیگیر قرمز اختار میدن، به صورت سنتی در تایم دوم هم به کشتیگیر آبی اختار میدن، ولی این وحی منزل که نیست. این در شرایطیه که بالاخره تو تایم اول قرمز یک کمی بهتر کار بکنه، تو تایم دوم مثلا برابر باشن، و این اتفاق هم تو سنگین وزن خیلی اتفاق میفته.
اون کشتی فردین هدایتی و متی کوزمان رو که ببینید اصلا میگید آقا این داورا چقدر بی انصافن. تایم اول فردین هدایتی بهتر کار کرد، اخطار رو متی کوزمان دادن. تایم دوم هم سراسر حمله کرد این پسر که اخطار رو نگیره، باز هم بهش اخطار رو دادن و خب یک یک برابر متی کوزمانن برنده میشد. دوباره مجبور شد یه دقیقه یه دقیقه 20 ثانیه به آب و آتیش بزنه، یعنی بکنی از اول مبارزه فردین هدایتی داشت حمله میکرد. تایم دوم رو هم شروع کرد به حمله کردن که اخطار نگیره، بازم اخطار رو بهش دادن. اخطار رو که گرفت بازم مجبور شد که حمله بکنه که بتونه نتیجه رو برگردونه. نتیجه رو برگردوند، شد 2-1 و نشد 3-1، یعنی خاک کرد متی کوزمانو در یه صحنه. ولی در ادامه اون ثانیه های آخر بوده، یک دقیقه آخر دیگه نفسش خالی شده بود، یعنی به خاطر این جریان مبارزه که داورا این شکلی پیش بردن قطعا باید فکری به حال این قوانین بکنن، چون اصلا کشتی فرنگی سنگین وزن اینجوری شده که میان با هم دیگه مسابقه میدن که چی اختار اول رو بگیره. یعنی اولش هر دو طرف شروع میکنن به کمکاری کردن. خب این که معلومه یه باگ قانونه، این چه قانونیه که کشتیگیرا به جای اینکه بیان کار بکنن میان کمکاری میکنن که اختار اول رو حریفشون بگیره، اختار دوم رو مثلا اختار اول رو خودشون بگیرن، اختار دوم رو به حریفشون داده بشه. به هر صورت در اون مبارزه فردین هدایتی خیلی خیلی ناقافل، حدودا مثلا در 30-40 ثانیه پایانی بود که متی کوزمان یه دستو کشید و خیلی ناقافل رسید به پشت فردین هدایتی و اون مبارزه رو برد متی کوزمان، یعنی 3-3 برابری که امتیاز آخر رو گرفته بود. اون کشتیگیر فنلاندی موفق شد فردین هدایتی رو ببره و اصلا فردین هدایتی نرسید به امین میرزازاده که با هم مبارزه بکنن. خیلی حیف شد، واقعا دلم سوخت برای این جوون 20 ساله آمولی ما، حقش خیلی بیشتر از این حرفا بود. تو اون مبارزه داورا باش خیلی نامهربون بودن، اصلا کشتی فرنگی سر این قوانینش غیر قابل پیش بینی شده. یکی از دلایلی که ما نمیبینیم مثلا تو کشتی فرنگی مثل آزاد یه کشتیگیری بیاد پشت سر هم طلا بگیره همین قوانینشه، یعنی خیلی از مبارزات رو داورا با یه اخطار این بر اون بر دادن میشه نتیجهش کلن عوض بشه. حالا برسر از فردین هدایتی بگذریم، از جوان شایسته مازندرانیمون که برسرات به المپیک نرسید، نماینده ما در این المپیک امین میرزازاده خواهد بود که خب اون هم سال گذشته قهرمان جهان شده، کشتیگیر فوق‌العاده شیشتونگیه. حالا کیا مدعی هستن برای رقابت برای کسب مدال طلا با امین میرزازاده؟ نفر اولی که احتمالاً همتون میشناسیدش آقای میخائیل لوپزه که 42 سالشه ولی میخواد در این المپیک هم شرکت بکنه. اگر که بتونه مدال بگیره، اگر بتونه خدای نکرده طلا بگیره، پنجمین مدال طلاش هست در مسابقات المپیک. از سال 2008 تا الان همه المپیکا رو شرکت کرده، همه رو هم طلا گرفته. 2004 هم حتی تو 19 سالگی شرکت کرده بود که اونجا اصلا یه جورای حقش رو خوردن روبروی حسن باروف، فکر میکنم یه ناداوری شد که میخائیل لوپز 19 ساله اون مبارزه رو باخت. یعنی فکر کن اگر که 2004 رو هم طلا میگرفت چی میشد؟ اصلا یه چیز عجیب و غریبی میشد دیگه، دست نیافتنی میشد برای تاریخ بشریت. حالا میخائیل لوپز مسئله کس اینه که سنش زیاده. در دوره گذشته المپیک هم که 3 سال پیش برگزار شد هم میخائیل لوپز سنش زیاد بود، 39 سالش بود، ولی با این وجود امین میرزازاده ما رو 8-0 شکست داد. البته از اون مسابقات از اون موقع تا الان امین میرزازاده خیلی فرق کرده. توی اون مسابقات المپیک توکیو امین میرزازاده به رضا کایالپ هم 7-2 باخت، ولی خب بعدش دیدیم که رضا کایالپ رو برد. پارسال در همین مسابقات جهانی بلگراد موفق شد رضا کایالپ رو ببره. مدعی اول میخائیل لوپز که خب خیلی از آمادگیش اطلاعی نداریم، سهمیه المپیک رو اسکار پینو براش گرفته و ظاهرا انتخابی هم بین اسکار پینو و میخائیل لوپز برگزار نشده، حداقل تا این لحظه برگزار نشده و من هر چی سرچ کردم چیزی هم ندیدم که قرار برگزار بشه. کوبا هم حالا کشور عجیب غریبیه، یعنی فکر کنم مثلا میخائیل لوپز گفته من شرکت میکنم، دیگه مسئولین مثلا کشتی کوبا به اسکار پینو گفتن آقا زشته دیگه،
اسطوره کشور. شما اصلا تو انتخابی هم ما انتخابی هم نمیذاریم دیگه، شما برو بشین خونتون یا برو کشتی آزاد. نماینده ما میخواین لوپزه. فکر میکنم یه همچین سیستمی بوده که انتخابی برگزار نکردن، سهمیه رو هم که براش اسکارپینو گرفته بوده اصلا احتیاجی نداشته که بخواد تو مسابقات کسب سهمیه شرکت بکنه آقای میخواین لوپز. و خلاصه بخوام بگم که ما از ایشون دو سه سال هیچ کشتی ندیدیم و سطح آمادگیش اصلا مشخص نیست، یه مقداری مبهمه، ولی به هر صورت به خاطر اسم و رسمش مامان سخت‌ترین رقیب امین میرزازاده در این وزن میتونیم ایشون رو بشماریم. نفر بعدی به اعتقاد من رضا کایالپ نیست، یعنی مدعی بعدی انتظار دارید که من بگم رضا کایالپ، ولی رضا کایالپ نیست. رضا کایالپ تو چند ماه اخیر نشون داده که اصلا آماده نیست و نفسش کم میاد، به وضوح نفسش کم میاد. حالا این باختش رو بروی فردین رو که حالا بگو اصلا این رو نادیده بگیریم، در مسابقات قهرمانی اروپا هم که حدود 4-5 ماه پیش برگزار شد روبروی سرگی سمنوف روس ضربه فنی شد. یعنی الان تصاویر اون مبارزه رو هم داریم میبینیم که فینال قهرمانی اروپا است بین سرگی سمنوف و رضا کایالپ. رضا کایالپ در وقت اول 2-0 جلو افتاد، ولی تو وقت دوم توی این صحنه که میبینید این سوپلس رو روش اجرا کرد سرگی سمنوف و ضربه فنی کرد. میگم این مقدار کشتیگیر بد روحیه یه هم هستین رضا کایالپ، اصلا وقتی رو پل رفت اصلا نتونست تلاشی بکنه که مثلا پل چکم بزنه از رو پل بلند شه و همونجا ضربه فنی شد و نهایتا حتی قهرمانی اروپا رو هم نتونست به دست بیاره. و خب سرگی سمنوف هم با این مبارزه نشون داد که کشتیگیر فوق العاده با کیفیتیه. خب قبلا هم میشناختیمش، دوتا برنز المپیک داره. به نظر من بعد از میخواین لوپز و امین میرزازاده مدعی بعدی سرگی سمنوف خواهد بود و مدعی بعدی رضا کایالپ. حالا مدعیان دیگری هم هستن مثل سبای شریعتی کشتیگیر سنندجی تیم ملی آذربایجان که اون هم برنز المپیک داره، المپیک ریو برنز گرفت برای تیم ملی آذربایجان، اونم کشتیگیر خوبیه ولی اونم سنش یه مقداری 34-35 سالشه، این هم سن و سال همین رضا کایالپه. و کشتیگران دیگه هم هستن، کشتیگر مصر هست، کشتیگر چین هست، ولی خب به هر صورت اگر که بخوایم مدعیان اصلی رو بهشون بپردازیم میشه گفت که امین میرزازاده و میخواین لوپز و سرگی سمنوف شانسشون بیشتر از بقیه است. بین این ستا هم حالا من به شخصه بخوام یک شانسی رو قائل باشم، به خاطر شرایط سنی میخواین لوپز وقت اول کسب مدال طلا رو امین میرزازاده میدونم، واقعا نه اینکه ایرانیه، به خاطر اینکه بالاخره میخواین لوپز 42 سالشه، 42 سال سن کمی نیست، 6 دقیقه میخواد مبارزه بکنه، یعنی همه چی زور بازو و تکنیک و تجربه و اینها نیست، نفس یه رکن فوق العاده مهم در کشتیه. همین الان رضا کایالپ خب نفسش کم میاد که اصلا نمیتونه وقتی عقب میفته نمیتونه برگرده مبارزه. حمید سوریان توی یکی دو سال آخر کشتیش در تایم اول همیشه با اختلاف از حریفاش جلو میافتاد، ولی خب تایم دوم بدنش خالی میکرد و حالا کشتیایی که میباخت و همه رو این شکلی میباخت. همون آخرین کشتیش تو المپیک تایم اول اگر خاطرتون باشه روبروی کشتیگیر کره‌ای بود یا ژاپنی بود که تایم اول 6-0 جلو افتاد، یعنی دو امتیاز دیگه میگرفت ضربه کرده بود. اصلا هم یادم همجور دنبال این بود که دو امتیاز دیگه رو هم بگیره، اصلا تایم کار به وقت دوم نکشه چون خودش میدونست و اوضاع نفسش چجوریه. رسید به تایم دوم، در تایم دوم 6 امتیاز از دست و 6-6 برابر امتیاز آخر باخت. یعنی در هر صورت سن و سال تو کشتی شوخی نیست و میخواین لوپز نمیدونم تو 42 سالگی آیا میتونه برای امین میرزازاده دردسر درست بکنه یا خیر. قصدم بر این هست که همه تک تک وزنای کشتی فرنگی و کشتی آزاد رو بررسی بکنیم هر کدوم رو توی یه ویدیو و یه پیشبینی بکنیم از مدعیان هر وزن وضعیت کشتیگیر ایران تو هر وزن چجوریه و حالا پیش بینی بکنیم ببینیم که مثلا طلا رو کی میگیره، نقره رو کی میگیره، برنز رو کی میگیره، ببینیم تا واقعیت چقدر درست در میاد. کشتی فرنگی که خیلی غیر قابل پیش بینیه، حالا باید ببینیم که چی میشه. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. اگر که از دیدن این برنامه لذت بردین لایک این ویدیو رو فراموش نکنید، اگرم که چنل ما رو سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید. مثل همیشه مخلصتونم، خدا نگهدار.